سرخط خبرها. روند صلح افغانستان و نقش تعیین کننده ی پاکستان. هیئت از این همسایه متهم به پشتیبانی از هراس افغانان به کابل آمده است. عامل جنگ در افغانستان وجود پایگاه‌های امن تروریستان در خاک پاکستان است. آغاز ترتیبات روند خروج به قید و شرط نظامیان آمریکایی و رابطه پابرجای طالبان و القاعده. Military decision would be a tragedy for Afghanistan and the Afghan people. اسکات میلر بر اتحاد میان رهبران سیاسی افغانستان تاکید دارد. خون و خشونت در پایتخت. تنها در 5 هفته نخست سال روان بیش از 30 تن در رویدادهای ضد امنیتی پایتخت جان باختند. تاخت و تاز دوباره کرونا در قلب آسیا. بنابر آمار رسمی در 2 روز گذشته کووید 19 جان 19 تن را در افغانستان گرفته است. نسبت به خواشخ واقعیت ورز در بلی دیریگی. و آتش سوزی در بیمارستان ویژه کووید 19 در بغداد جان 82 تن را گرفت. سلام و وقت بخیر. یک هیئت بلندپایه پاکستان به رهبری نماینده ویژه این کشور برای افغانستان امروز به کابل آمد و با مقام‌های سیاسی و نظامی کشور گفتگو کرده است. همزمان با این، فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع از همسایه‌های افغانستان می‌خواهد که از روند سیاسی که به صلح در این کشور منجر شود حمایت کنند. ریاست جمهوری اما دلیل تداوم جنگ و ناامنی در کشور را موجودیت مرکزهای امن هراس افغانان و پشتیبانی اسلام‌آباد از این گروه‌ها می‌داند. بهاءالدین انصاری جزئیات می‌دهد. با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تلاش‌ها برای گفتگو با پاکستان در پیوند به پرونده جنگ و صلح افغانستان بار دیگر برجسته شده است. روز گذشته، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، از آغاز گفتگوی مستقیم با اسلام‌آباد خبر داد. نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان برای افغانستان هم امروز وارد کابل شد. سفیر پاکستان در افغانستان در رشته تویت‌های نگاشته است که صادق خان با مقام‌های افغان در مورد صلح، امنیت، نقش پاکستان در گفتگوهای صلح، مبارزه با هراس افغانی و روابط و همکاری‌های سیاسی و امنیتی دو کشور بحث و گفتگو کرده است. در صورتی که وارد معامله درست سنجیده شده با پاکستان نشه، طبیعی است که پاکستان در مسئله افغانستان مشکل ساز بوده است و خواهد بود. همزمان فرمانده پشتیبانی مأموریت قاطع از همسایه های افغانستان می خواهد از تلاش های سیاسی که کابل را برای رسیدن به صلح پایدار می رساند حمایت کنند. همسایه های افغانستان منافع بزرگ در ثبات افغانستان دارند. آنها باید از روند سیاسی که به صلح در این کشور منجر شود حمایت کنند. صلح به نفع همسایه های افغانستان است. وزارت دفاع ملی اما مثل همیشه از توانمندی و استادگی نیروهای امنیتی افغانستان در برابر هر تهدید هراس افغانانه اطمینان می‌دهد. اگر طالبان اصرار به ادامه جنگ داشته باشند و پس از بیرون شدن نیروهای خارجی همچنان خشونت‌هایشان علیه مردم افغانستان افزایش بدن، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از هر لحاظ آمادگی کامل به خاطر دفاع از مردم دارند و به گونه مستقلانه از جان و مال مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. در ماه‌های اخیر رئیس جمهور غنی نسبت به سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان به شدت انتقاد کرده و از این کشور خواسته که سیاست خود در قبال کابل را بازنگری کند. او هفته پیش به اسلام آباد دو گزینه را پیشنهاد کرد: دوستی با افغانستان و یا دشمنی. عامل جنگ در افغانستان وجود پایگاه‌های امن تروریستان در خاک پاکستان است. رئیس جمهور در آخرین بیانیه خود اعلام نمود که این یک فرصت است برای پاکستان که آیا با مردم افغانستان دوستی میکند یا با تروریستان اجازه میدهد که از خاک آن کشور بالای شهروندان افغانستان حمله کند. سیاست پاکستان در برابر افغانستان هرچند گاه گاه با انتقاد شدید مقام‌های آمریکایی و متحدان آن قرار گرفته، اما ظاهرا طی سالهای گذشته هیچ گونه فشاری که مقام‌ها در اسلام آباد را وادار کند دست از پشتیبانی گروه‌های هراس افغان بردارد وارد نشده است.
همزمان فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان میگوید که طالبان هنوز ارتباطشان با القاعده را قطع نکردند. این در حال است که فقط پنج روز تا آغاز روند خروج کامل و بی قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان مانده است. جنرال اسکات میلر میگوید که روند تخلیه پایگاه های نظامی این کشور از افغانستان آغاز شده است. او تاکید دارد که تمام پایگاه ها به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار خواهد شد. 5 روز تا آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان. اسکات میلر فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع از آمادگی ها برای خروج این نیروها در اولی می خبر می دهد. اما همزمان نگرانی بلند رفتن خشونت و افزایش قتل های هدفمند است. واشنگتن در حال روند خروج بی قید و شرط از افغانستان را آغاز می کند که به اعتراف این مقام بلند پایه ارتش آمریکا، طالبان هنوز روابطش با القاعده را قطع نکردند. این جنرال بلند پایه آمریکایی می گوید که افزایش خشونت پس از اول می یک اشتباه است و طالبان نباید فرصت صلح را بر جنگ برتری بدهند. من یک فرصت داشتم که با عضوهای طالبان و کمیسیون سیاسی این گروه گفتگو کنم. من به آنها گفتم که برگشت به خشونت و تلاش از راه نظامی برای مردم افغانستان یک تراژدی خواهد بود. اگر طالبان بر نیروهای آمریکایی و یا هر عضو ائتلاف در جریان خروج حمله کنند، با قاطعیت به آن پاسخ خواهیم داد. همزمان با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای خارجی، نگرانی ها از افزایش خشونت و آینده سیاسی کشور هم بیشتر شده است. اما جنرال میلر از مردم افغانستان می خواهند که وحدت و همدلیشان را حفظ کرده و از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنند. پیام من همیشه این بوده است که آنها باید آماده باشند. آنها به پشتیبانی مردم افغانستان نیاز دارند. ما با مردم افغانستان صحبت کردیم. آنان به نیروهای امنیتیشان و قربانی‌هایی که داده‌اند افتخار می‌کنند. در سال 2014 افغانستان با ایالات متحده آمریکا و ناتو توافقنامه امنیتی هم امضا کرده است. حالا با خروج نیروها پرسش‌های در مورد سرنوشت این توافقنامه‌ها هم ایجاد شده است. اما اسکات میلر میگوید این یک توافق سیاسی است و آمریکا به پشتیبانیش از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. توافق دو جانبه امنیتی یک توافق سیاسی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا است. همان گونه که شما از راه‌های گوناگون شنیده اید، ایالات متحده به پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این جو بایدن گفته بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی در 11 سپتامبر آمریکا هیچ گونه حضور نظامی در افغانستان نخواهد داشت. اما جنرال میلر میگوید در صورت نیاز این کشور قادر خواهد بود افغانستان را از راه دور هم کمک کند. با همه این تلاش‌ها در 5 هفته نخست سال روان دست کم 31 تن در پی رویدادهای ضد امنیتی تنها در پایتخت جان باخته و 28 تن دیگر در این مدت زخمی شدند. یافته‌های تلویزیون یک نشان می‌دهد که کابل در این مدت گواه دست کم 22 رویداد ضد امنیتی بوده است. رویدادهایی که جان 16 نظامی و 15 غیر نظامی را گرفته است. پلیس کابل می‌گوید که از آغاز سال جدید خورشیدی به این سو توانسته که از 14 رویداد ضد امنیتی دیگر پیشگیری کند. مردم اما همچنان انتقاد دارند که با وجود هیاهوی نشست‌های امنیتی 6.5 هنوز هم پایتخت با موج سنگین از ناامنی‌ها روبرو شده است. میلاد سیار گزارش می‌دهد. آمارهای تلویزیون یک نشان می‌دهد که در 36 روز نخست سال تنها کابل گواه 22 رویداد ضد امنیتی بوده است. 14 مورد قتل هدفمند با شلیک گلوله، 3 مورد انفجار ماین مغناطیسی، 2 مورد انفجار موتر بمب‌گذاری شده، 3 مورد هم سرقت مسلحانه. در پی این رویدادها 16 نظامی و 15 غیر نظامی جان باخته و 26 نظامی و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. از این میان 6 رویداد در ولسوالی پغمان، 4 رویداد در حوزه پنجم، 4 رویداد در حوزه هفتم، 3 رویداد در حوزه سوم و 1 رویداد در ولسوالی قره‌باغ، بخش‌های حوزه 15م، اول و چهارم رخ داده است. همزمان پلیس کابل توانسته از 14 رویداد ضد امنیتی به شمول انفجار 11 ماین جلوگیری کند. 2 مهاجم و 1 دزد نیز در درگیری با پلیس کشته شده و 1 مهاجم هم زخمی شده است. باید دولت دغه ټولو پیخو پا
پاړوان باندې مسولیت لري چې پاړوان باندې چېړنې به طرفانه تر سره کړي او عاملی نیونی سي او د قانون پرانا کې دوی ته سزا ورکړي. نشست های امنیتی 6:30 بامداد به رهبری معاون نخست رئیس جمهوری نسخه حکومت برای ناامنی های پایتخت بود. نشست های امنیتی 6:30 بامداد 151 بار برگزار شد. در نشست 119 امرالا ساله نوشت که نشست های امنیتی 6:30 بامداد به مسیر مستحکم برای امنیت پایتخت مبدل شده است. همچنان ده ها تصمیم در این نشست ها گرفته شد، به شمول همگانی سازی فهرست مجرمان و حراس افکنان و اقدام های جدی در پیوند به گرد آوری سیمکارت های فاقد مدرک و مبارزه با شبکه های حراس افکن و باجگیر. اما در عمل مردم تاکید دارند که این نشست ها هیاهوی بیش نبوده و وضعیت امنیتی پایتخت همچنان نگران کننده است. منصفانه که نشست های ششنین برگزار شد با اون دغدغه یا دغدغه ای که برگزار شد نتیجه نداد. ما شما میبینیم هر روز هدف های قبلای تیمون و هدف من هر روز زیاد شده میره. بایا امنیت گفته و امنیت گفته می امنیت ببینی امنیت به کجا؟ در تاکسی بالا میشی از یک استاندارد تا دیگر استاندارد فروخته میشی. در این میان معاونت نخست ریاست جمهوری تاکید دارد نشست های امنیتی 6:30 با قاطعیت برای تامین امنیت پایتخت تلاش می کند و طالبان در عقب ترورهای هدفمند قرار دارند. جلسات 6:30 امروز تحت رهبری معاون اول ریاست جمهوری ادامه دارد و تا کنون نتایج قابل ملموس هم در بخش کاهش جرایم جنایی و نفوذگذاری در میان حلقات گروه های تروریستی و دستگیری چندین شبکه گروه تروریستی از نتایج قابل ملموس کارکرد جلسات 6:30 به شمار می رود. طالبان اما پیش از این دست داشتنشان در قتل های هدفمند در پایتخت را رد کرده اند. با این وضعیت راه چاره اما چیست؟ در بین قوات های ما کوردیناسیون موضوع موجود بوده باشد تا که دیگه خود خوبتر و شستتر پاس بده و اطلاع بده و مشترکن در سی این چنین بنظمی ها و ترور های هدفمند تدابیر درست اتخاذ کنند. روزهای پسین در پایتخت از رهگذر رویدادهای ضد امنیتی روزهای خونینه بوده است. تنها دیروز کابل گواه 4 رویداد ضد امنیتی بود که در پی آن 7 تن به شمول 4 نظامی جان باختند. تا پایان سال 2022 حدود 60% جمعیت کشور که بالاتر از 18 سال سن دارند واکسین کرونا دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عمومی میگوید که تا کنون 280 هزار تن واکسین کووید 19 را دریافت کردند. این در حال است که بر اساس آمار رسمی در دو شبانه روز گذشته 19 تن در پی ابتلا به کرونا در کشور جان باخته و حدود 300 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده است. گیتی رحیمی گزارش میدهد. بار دیگر رفت آمد بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان افغان ژاپن بیشتر به چشم میخورد. مسئولان در این بیمارستان میگویند که از اول ماه حدود به این سو شمار بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 روز به روز رو به افزایش است. به گفته مسئولان این بیمارستان بیشتر کسانی که حالتشان وخیم است به اینجا آورده میشوند. اوس پیلی شرایطو که زمون مریضان روزانه شکل باندې د شپې تو څخه تاویه او پوره بستر وی او نسبت په خواشه واقعیت ورځ تر بلې ډیریږي او علاوه دې چې مریضان ډیریږي او مریضان موږ ته د کریټیکل یا وخیم په شکل راځي، یعنی مریضان زموږ ډیر شدید بی. اینجا هم کسانی نزدیکانشان را برای تداوی آوردند که قبلا به ویروس کرونا باور چندانی نداشتند، اما حالا در بیمارستان در انتظار درمان بیمارانشانند. از مردم میخواهند که نباید ویروس کرونا را نادیده بگیرند. کسایی که خانه هستند، دیهات ها هستند، در شهر ها هستند، هر کی در خانه خود است میگه نه کرونا نیست، کلا دروغ است، نه دروغ نیست. وقتی اینجا شفاخانه میایم در هر 24 ساعت میبینی چقدر مریض داخل شفاخانه میشه و چقدر هم فوت میشه. ما تقریبا 2 روز میشه که اینجا مریض آوردیم. الحمدلله اون روز که ما آوردیم وضعش خیلی بدتر بود، همین حالا که آوردیم الحمدلله مثلا وضعش خوب است. سیر گردش ویروس کرونا در افغانستان در مقایسه با همسایه هایش هند، ایران و پاکستان کنتر است. اما مسئولان در وزارت صحت عامه همچنان از تهدید موج سوم ویروس کرونا در افغانستان خبر می دهند و ثبت آمارهای مثبت این ویروس را به ویژه در ولایت های ننگرهار، هرات و کابل نگران کننده می دانند.
در حالی که روز گذشته آمار مبتلایان تازه به بیماری کووید 19 به 113 تن و آمار جان باخته ها هم به 10 تن می رسید، اما امروز بر اساس آمارهای رسمی در یک شبانه روز گذشته 172 نفر تازه مبتلا شدند و 10 نفر هم جان باختند. تاکنون 59,015 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 2,592 تن هم جان باختند. به گفته مسئولان در وزارت صحت عامه، از آغاز تسریق واکسین کرونا در کشور تاکنون 280,000 تن واکسین شدند. همچنان این وزارت در نظر دارد تا سال 2022 حدود 60% کل جمعیت کشور از واکسین ویروس کرونا بهره مند شوند. د واکسینو تطبیق لړۍ په څلور دېرش ولایتو کې په نارمل ډول سره جریان لري. تر دمګړۍ پورې د 280,000 په شاوخوا کې هغه کسان واکسین شوي دي چې هغه عام وګړي دي. تا حالا 500,000 دوز واکسین را هند و 400,000 دوز را هم دولت چین به افغانستان کمک کردند. به تازگی بانک انکشاف آسیایی هم 50 میلیون دلار برای پشتیبانی از تطبیق واکسین کووید 19 به افغانستان کمک کرده است. در ادامه، شمار از مراجعان دادستانی کل این نهاد را به کمکاری و کوتاهی در رسیدگی و پرونده هایشان متهم می کنند. محمد امین 2.5 سال است که سرگردان پرونده اش در این نهاد است و می گوید به خاطر نداشتن شناخت و توان مالی کس به دادش نرسیده است. دادستانی کل می گوید که این پرونده را هنوز زیر بررسی دارد. دیدبان شفافیت افغانستان هم می گوید که تأخیر کار در اداره ها به ویژه دادستانی کل زمینه پامال شدن حقوق متهمان و فساد را فراهم می کند. فرشاد داریوش گزارش می دهد. محمد امین 56 ساله حدود 2.5 سال است که مجبور است برای پیگیری پرونده‌اش از ولسوالی نجراب کاپیسا هر از گاهی به کابل بیاید و دروازه نهاد را دقلباب کند. 36. او و شریکانش 48 موتر را به دو شرکت پیمانکار به کرایه داده بود، اما پس از دریافت نکردن کرایه و موترهایش از این شرکت ها شاکی می شود. مالک یکی از این شرکت ها که بازداشت شده بود، اما دوباره با ضمانت رها شده و دیگر ازش خبری نیست. 2.5 سال شد که ما 8 نفر 9 نفر میدویم، کسی به داد ما نمیرسه. هیچ دروازه ای نبود که ما نرفته باشیم، تک تک نکرده باشیم، مگر ناامید پس بازگشتیم. کسی بیادن به داد ما نمیرسه. 2.5 سال متواتر شد، یک دیسی از یک شعبه تا دیگر شعبه در 3 روز انتقال نمیکنه. ما که میریم که برو بیادن به وقت آمده. یک مراتب آمده، هزاران مراتب آمده تو آمده، کسی به داد ما نرسی. از نمیفهمیم چی کنیم، در کجا بریم، در کدام دروازه تک تک کنیم. دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از آنچه تأخیر نابجای اداره های دولتی در رسیدگی به مراجعان خوانده می شود، تأکید دارند که این کار سبب پامال شدن حقوق متهمان و فراهم شدن زمینه فسادداری خواهد شد. عدم اجراعات به موقع از سوی نهادهای عدلی و قضایی بلخص لوی سارنوالی زمینه را برای پایمال شدن حقوق متهمین و گرفتن رشوت و فساد فراهم می‌سازد و این باعث شده که اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسیار کم باشد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان هم خواستار کارهای بنیادی و زیربنایی از سوی دادستانی کلند و از آنچه کمکاری و وجود فساد در این نهاد خوانده می شود ابراز نگرانی می کنند. متاسفانه اخبار خوشایندی به گوش نمی رسه و متاسفانه فساد در این اداره وجود داشته. آنچه که ما توقع داریم عنوان نمایندگان و مردم، اداره که وظیفه اجرای قانون و تأمین قوانین را داره باید با صلابت بیشتر و با وضوحت بیشتر کار بکنه. اما دادستانی کل با تلاش های پی هممان حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد و تنها به این جواب که سرگرم رسیدگی به این پرونده هستیم بسنده کرده است. دست کم 82 تن در پی آتش سوزی در بیمارستان ویژه کووید 19 در بغداد پایتخت عراق جان باختند. این خبر و چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دست کم 82 تن در پی آتش سوزی در بیمارستان ویژه کووید 19 در بغداد پایتخت عراق جان باختند. بنابر اعلام وزارت بهداشت عراق، دست کم 110 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. 90 نفر هم از این آتش سوزی نجات داده شدند. پلیس عراق آتش سوزی را ناشی از انفجار یک کپسول اکسیژن اعلام کرده است. نخست وزیر عراق در واکنش به این رویداد دستور بررسی داده و 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. به دنبال افزایش مرگ و میر روزانه در هند طی یک هفته گذشته، قرنطین در دهلی پایتخت این کشور یک هفته دیگر
تمدید شد. وزارت بهداشت هند امروز نیز اعلام کرد که بیش از 2770 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان باختند. یعنی در هر 2 دقیقه کرونا جان یک تن را در این کشور گرفته است. این وزارت همچنان 350,000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را در این مدت ثبت کرده است. امریکا کشتار ارمنی ها در امپراتوری عثمانی را به گونه رسمی نسل کشی خواند. جو بایدن رئیس جمهور این کشور همزمان با 106 سالگرد بزرگداشت قربانیان تبعید و کشتار ارامنه از این واقعه با عنوان نسل کشی یاد کرد. آقای بایدن یک روز پیش تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود در این مورد گفتگو کرده بود. ترکیه در واکنش این اقدام آمریکا را غیر منصفانه خوانده و گفته است اقدام های اینچنینی بر روابط دو کشور تاثیرگذار خواهد شد. یک نفتکش ایران در آبهای سواحل سوریه هدف قرار گرفته است. گمان می رود این حمله توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شده باشد. خبرگزاری فرانسه با نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گفته این نفتکش متعلق به ایران است و 3 شهروند سوریه در آن جان باختند. هنوز مقام های رسمی ایران نسبت به این رویداد ابراز نظر نکرده، اما احتمال می رود این رویداد مربوط به تنش های پسین دریایی میان اسرائیل و ایران باشد. تازه های ورزش با ادریس فاروقی. کار که کار نیست دیگه به قول شما، ولی خب در زمان تیم ملی کشورت بخواد بیاد کارگری کنه یه خورده دردناکه. روزگار قهرمان فوتسال کشور، از مبارزه در میدانهای ملی و جهانی فوتسال برای افغانستان گرفته تا کار شاق در کشور همسایه. اولش تعجب کردم، فکرم شوخی میکنه. علیرضا قربانی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کشور. پاسبانی وو از دروازه تیم ملی برابر قدرت‌های فوتسال آسیا در رقابت‌های 2017 آسیا افغانستان را به مقام 4 این رقابت‌ها رساند. سنگروان ملی پوش پیشوران هرات نگاه کنید که به پاس این همه قهرمانی‌ها، اما حالا او برای اینکه بتواند تمرین‌هایش را ادامه دهد و دوباره از دروازه فوتسال کشور دفاع کند، کار شاق را در ایران آغاز کرده است. اولش تعجب کردم، فکردم شوخی میکنه. بعد دوباره بهش زنگ زدم، گفت نه میخوام بیام جدی جدی. کار که کار نیست دیگه به قول شما، ولی خب در زمان تیم ملی کشورت بخواد بیاد کارگری کنه یه خورده دردناکه. یه خود ناراحت بودم از شرایط، ولی خب باز آدم که با خودم که فکر کردم کار کردن عیب نیست که کار میکنی، حداقل خرجت در میاری، دست جلو کسی دراز نیست. من برای مردم هم دارم بازی میکنم، حالا درسته مردم تو شرایط سختی هم بالاخره باید یکی برای اونها یه لبخندی، یه امیدی، یه چیزی بیاد. قربانی گلایه از حکومت افغانستان دارد که ملی پوشان را آنچنان که باید پشتیبانی نمیکند. من برای کشورم این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، ولی این من اذیت میکنه که بازتابی نداشتم. یعنی هیچ کس نیومده بپرسه که حالتون چطوره. اینو من اذیت میکنه. این ملی پوش فوتسال کشور در سال 2017 در بازی‌های داخل سالن آسیا درخشش خوبی از خود برای افغانستان به نمایش گذاشت. افغانستان توانست در این رقابت‌ها با پیروزی برابر قدرت‌های فوتسال آسیا رده 4 آسیا را به دست آورد. تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون‌های والیبال افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه دو طرف برای بلند بردن ظرفیت مربیان، داوران و ورزشکاران والیبال افغانستان و ازبکستان با برگزاری برنامه‌های آموزشی و اردوگاه‌های تمرینی همکاری می‌کنند. ورزشکاران هم امضای این تفاهم‌نامه را بر رشد والیبال و نیز والیبالستان کشور سودمند می‌دانند. در یک دیدار مهم از هفته 32 لالیگای اسپانیا، رئال مادرید با برابری بدون گل برابر رئال بتیس متوقف شد. در دو دیدار مهم این هفته، امشب بارسلونا ویارال را در پیش دارد و اتلتیکو مادرید برابر اتلتیکو بلباو با میدان می رود.
در دیدارهای هفته 33 لیگ برتر فوتبال انگلستان هم لیورپول در آنفیلد با برابری 1-1 برابر نیوکاسل یونایتد متوقف شد. چلسی با تک گل ورنر برابر وستهام یونایتد پیروز شد و شفیلد یونایتد هم در خانه با همین نتیجه برابر برایتون به پیروزی رسید. منچستر سیتی با 77 امتیاز در صدر این لیگ قرار دارد. با این ترتیب ما هم رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.